سلام دوستان، وقتتون بخیر. به برنامه خودتون خوش اومدین. امیدوارم که امروز هم فرصت داشته باشین که تا پایان ما رو همراهی کنین. این اعتراف غلامی وزیر علوم آخوند روحانی که گفته بود فقط در شروع سال تحصیلی امسال بیش از 200 نفر از دانشجوهای دکترا و کارشناسی ارشد ستاره دار شدن، جار و جنجال و حرف و حدیث زیادی به دنبال داشت. روزنامه حکومتی ابتکار به خیال خودش این موضوع رو بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که دولت هیچ نقشی در این موضوع نداره، بلکه مسئول این موضوع سازمان سنجشه و اون هم در واقع هیئتی به اسم هیئت مرکزی گزینش دانشجو این کار رو انجام میده که صلاح دانشجوها رو تایید و یا رد بکنه و زیر نظر نهادهایی مثل وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و حراست. یکی از اعضای مجلس رژیم به اسم حیدری هم به همچین پدیده‌ای در حکومت آخوندها اعتراف کرده و گفته یکی از آفتهای جمهوری اسلامی بحث ستاره دار کردن دانشجو یا محروم کردن برخی از تحصیل در دانشگاه هاست. رویکرد جمهوری اسلامی با اهداف آزادی خواهانه و عدالت گستر آن سازگار نیست. عده‌ای از مهرهای حکومتی انگشت اتهام رو به سمت وزیر علوم غلامی گرفتن و گفتن که چون بهت رأی اعتماد دادیم باید این مشکل رو حل کنیم و عده دیگه هم به طور کامل از غلامی سلب مسئولیت کردن و گفتن که اون نقشی در این زمینه نداره. البته نباید فراموش کرد که هیچ کدوم از مهرهای حکومتی و باندهای نظام دلشون برای دانشجو نسوخته و اینکه الان این طور سنگ دانشجو رو به سینه میزنن یا به خاطر اینه که صرفا در جنگ و جدال باندی میخوان راه رو برای فعالیت‌های همباندی‌های خودشون در دانشگاه باز کنن و یا اینکه میخوان رأی جمع کنن و یا برای انحراف از خان از معضلات اصلی. رابطه آخوندها با فضای مجازی و اینترنت رو که میدونید مثل رابطه جن و بسم الله. به همین دلیل هم هست که هر چند وقت یک بار یکی از آخوندها و یا مهرهای حکومتی به صحنه میان تا ترس و وحشتشون رو از گسترش این موضوع و به خصوص تاثیرش روی جوانها ابراز کنن و یا به سایر مهرها و سران نظام هشدار بدن که چه نشستین که وضع روز به روز بدتر میشه. چند روز پیش هم آخوندی به اسم پژمانفر که سمت ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم رو هم یدک میکشه به صحنه اومد و هشدارهایی در این زمینه. امروز باورهای جوانهای ما رو، افکار جوانهای ما رو، اعتقادات جوانهای ما رو دشمن هدف گرفته و میخواد با هدف قرار دادن این باورها و عقاید اینها رو متزلزل بکنه. جامعه مخصوصا جوان ما به فضای مجازی گرفتار شدن که به تعبیر رهبر بزرگوار انقلاب قتلگاه جوانهای ماست. قتلگاه جوانهای ماست. امروز بسیاری از جوانهای ما در این فضای مجازی ذهنشون، فکرشون، عقایدشون، باورشون اینها مورد هجمه واقع شده و باید مراقبت کرد، مواظبت کرد و همه باید تلاش بکنیم که در مقابل این حجمه دشمن ایمن سازی و مقاوم سازی رو در این جامعه داشته باشیم. امروز بزرگترین آسیب آسیبای فرهنگی. بله. علت اصلی ترس آخوندها از فضای مجازی و اینترنت، افشای جنایت‌های اونها، بازتاب حقایق و واقعیت‌های ایران، سمت و سو دادن جنبش‌های اجتماعی و اعتراضات مردمی و بالاخره تأثیر مقاومت ایران روی نسل جوان. اما چیزی که آخوندها یادشون رفته اینه که عصر ارتباطاته و دیگه نه کسی برای افکار پوسیده اونها تلفظ میکنه و نه بگیر و بند و سانسور جواب داره. جوانها از جایی که باید راهشون رو باز میکنن. در پایان این بخش با تعدادی از دانشجوهای ایرانی همراه میشیم و پیام اونها رو به مناسبت روز دانشجو میشنویم. درود بر شما که زیر فشار سرکوب و اختناق آخوندها باز هم تکرار این شعار هستیم که دانشجو میمیرد، ذلت نمیپذیرد. سلام، شبنم هستم از تهران، گزارشگر سیمای آزادی. هرچند که این روزها دانشگاه به جای اینکه جایگاه علم و دانش و ارتقاء سطح علمی و فرهنگی باشه، تبدیل شده به پادگانی برای سرکوب اندیشیدن. در حالی که تحصیل و ساختن نیروی کارآمد برای آینده کشور در اغلب کشورهای جهان مجانی است، حکومت دیکتاتوری آخوندی به بهانه‌های مختلف مشغول اخاذی از قشر جوان جامعه و خانواده‌های اوناست.
همه به این نتیجه رسیده ایم که در نهایت این همه وقت و هزینه را تلف کرده ایم تنها برای پر شدن جیب آخوندها و در نهایت باز دستان ما خالی تر و جیب و شکم آخوندها پرتر میشه از دسترنج ما و خانواده هایمان. تنها چیزی که امروز امید را در قلب ما زنده نگه داشته سرنگونی این نظام پر از جهل و جنایته. ما آگاه هستیم و دست در دست هم متحد خواهیم بود تا به 40 سال ستم و اسارت پایان بدیم. درود میفرستم به همه آزادی خواهان که از دانشگاه ها به سوی میدان مبارزه علیه جهل و ستم رفتند و به همه ما درس آزادی دادند. زنده باد ایران آزاد. خلق جهان بدانند مسعود رهبر ماست. سلام عرض میکنم به همه بینندگان عزیز سیمای آزادی. هنوز خون آن پیشگام دانشجوی قهرمان نه فقط در صحن دانشگاه فنی دانشگاه تهران بلکه در تمام دانشگاه های ایران این سرزمین می جوشد و دانشگاه این قلب تپنده آزادی خواهی زنده است. نفس می کشد و می خروشد و دانشجو می میرد اما ذلت نمی پذیرد. هاشا که مرزی با خون سه یار دبستانی بین دانشجویان و مستبدین کشیده شده است. خدشه ناپذیر است. ما پژواک تاریخی همان صدا هستیم. دانشجو میمیرد ذلت نمیپذیرد. میخروشیم تا آزادی را در لابلای روزهای آینده رقم بزنیم. زنده باد آزادی، پاینده باد ایران. درود بر بانوی بزرگ ایران خانم مریم رجوی. بنده خبرنگار سیمای آزادی رضا هستم. ممنون از شما. آخر شما تو این سالها این دانشگاه رو به معبد و محرابی برای آزادی تبدیل کرده بودید. دانشگاه های ما یک دم در سیاه ترین زمان ها از خروش باز نایستادند و نمیستند. تبلور شر این مردم بودند.